درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز نیرویی هستم، مطابق معمول روز چهارشنبه به وقت واشنگتن ساعت 5 تا 6 در خدمت شما عزیزان هستم و امروز که من در خدمتون این برنامه رو تقدیم میکنم، روز 21 مهر ماه 2575 هخامنشی است، برابر است با 12 اکتبر 2016 و برابر است با 10 ماه محرم 1438 هجری قمری. عرب ها ماهشون سالشون با آغاز محرم آغاز میشه. محرم ماهی بوده که یکی از چند ماهی بوده که درش بسیار کارها حرام بوده، از جمله جنگ در این ماه رو ممنوع کرده بودن، چون که عرب های صحرانشین هر کدومی میرسیدن یک قبیله از بقیه قبیله رد میشون و قبیله که درش بیشتر بود حمله میکرد به قبیله که درش کمتر بود و غارت میکرد به اونا رو یا فراری میداد و میکشت. و اینا استراحت داده بودن، 3 ماه در سال رو برای خودشون استراحت داده بودن و گفته بودن در این 3 ماه در سال جنگ نمی کنیم، به همدیگه حمله نمی کنیم. و محرم یکی از اون ماها بود و 2 ماه دیگه شم فکر کنم یکیش سفر بود، یکی ماه دیگه بود دیگه در اصل. امروز روز عاشورا بود، یعنی روز رحلت آقای حسین ابن علی در سرای کربلا و یارانش. خب البته ما شیعه ها از بچگی بهمون یاد دادن، گفتن که شما هر وقت آب میخورید بگید سلام بر حسین لعنت بر یزید. خب الان روز عاشوراست، من احترام اون افراد باورمند رو دارم و بهشون احترام میذارم، ولی خب آخه چه چیزی هست بین یزید و حسین، چه فرقی هست؟ خب حسین حمله کرده با یه دیکمی به یزید که خلیفه بوده، خب در این جنگ نابرابر کشته شده. خب اگر هر کسی همین کار بکنه، مثلا اگر الان دولت ایران حمله کنه به امریکا، خب یک جنگ نابرابری رو شروع کرده. وقتی که همه چیز از دست داد ما بگیم گریه کنیم، بگیم ای با ایران چرا سربازاش مردن، چرا خانهاش خراب شد، چرا وسایلش از دست، بلکه به یک جنگ نابرابر دست داده. خب آدم باید عاقل باشه، جنگ نابرابر رو آغاز نکنه و اگه آغاز کرد خب نتایجش همونه دیگه، گریوزالی نداره. من نمیدونم در ایران یک ویدیوی دست به دست میشه، قراره برای منم بفرستن، نرسیده به من، ولی اگه برسه من نشون میدم اگه بتونم البته. و در این ویدیو یک سرباز هخامنشی ظاهر میشه و به مردم میگه که من در راه امنیت شما کشته شدم، من به خاطر دفاع از زندگی شما، من به خاطر دفاع از خانه و خانواده شما و بچه های شما کشته شدم، حالا شما میرید بر قاتلین من عبادت میکنید و نمیدونم برشون عزا میگیرید و این کارها رو میکنید، من کشته شدم به خاطر شما، شما بگید به جه که به من ارج بدید، میرید به قاتلای من ارج بدید. و این در روز عاشورا در شهرهای ایران دست به دست این ویدیو میگرده و این نشون میده که ببینید مردم اینا آنچنان که باید که قبول ندارن و اینا یک داستانهای قدیمی شده است که امروز روز خریداری نداره. دیروز یه مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در به اصطلاح در بازی‌های مقدماتی جام جهانی بود و ایران با کره شمالی بازی میکرد. اول که مخواستم مسابقه رو هم بزنم، بعد که به هر حال دیگه مجبور شدم مسابقه رو اجرا کنم، استادیوم رو تبدیل به یک حسینیه بزرگ کردن، یعنی لباس سیاه همه اونجا، یه دونه مداح به قول معروف شعار میده نمیدونم حسین فلان فلان، همه مردم سینه میدارن اینا، این مقدمه است تا بازی شروع بشه. بازی که شروع شد همه غرق هیجان بازی شدن و
اول یه گل در واقع ایران زد به کره جنوبی، داور اون آفساید اعلام کرد، در حالی که اونایی که کارشناسا میگن آفساید نبود. حالا برای گل دوم رو سردار آزمون، بازیکن فعال ایرانی که در مسکو بازی میکنه، برای تیمای روسی بازی میکنه و آقای کیروش رفته اونو آورده و کارلوس کیروش اونو آورده و بازی میکنه، کارهای خوبه آقای کارلوس کیروش. این میره بازیکنهای ایرانی رو که در تیمهای خارجی بازی میکنن، یعنی مثلا طرف ایرانیه ولی مثلا توی تیم هلند بازی میکنه، اصلا هیچ ارتباط با ایران نداره، میره پیدا میکنه و اینا رو میاره در تیم ایران بازی میکنه. برای سردار آزمون گل بسیار قشنگی رو برای ایران زد، تمام بازیکنها هورا کشیدن، سوت زدن، دست زدن، فریدن هوا. تماشاچی ها همه هورا کشیدن، دست زدن، سوت زدن، فریدن هوا. یعنی برعکس این که گفته بودن شادی نکنی، بیشتر از همیشه شادی کردن، بیشتر از همیشه شادی کردن، به خاطر اینکه مردم این رژیم رو قبول ندارن. ببینید من یه برنامه دارم شروع میکنم توی کانال یک توی برنامه تلویزیون آقای شهرام محمدی، اسم برنامه هم به دنبال خرده، یعنی یا در پی خرده یا در راه خرده، یعنی بریم خرد رو پیدا کنیم، بر اساس خرد کار کنیم نه بر اساس احساسات. آقای خمینی بر اساس خرد ما، وقتی خیابونای تهران از میدون فوزیه تا میدون شهریار، خیابان‌های اصلی و فرعی پر شد و جمعیت کیپ تا کیپ بود، خب وقتی همه فریاد دادن ما همه سرباز توییم خمینی، گوش به فرمان توییم خمینی، خب آقای خمینی خود به خود انتخاب شد دیگه. بعد هم یه انتخابات قلابی گذاشتن، این انتخابات یه انتخابات طبیعی و مردمی بود، ولی توش تقلب بازی در آوردن، مثلا گفتن جمهوری اسلامی آری یا نه، بعد هر کی مینوشت آری تو برگه آری و برگه نه سوا بود، برگه نه قرمز بود، برگه آری آری سبز بود. من از شرکت نکردم، منش خانواده اون هیچ کدوم شرکت نکرد، ولی در برگه سبزی که باید رأی آری رو مینوشتی و مینداختی تو صندوق، زیرش نوشته بود که قانون اساسی رژیم اسلامی بعدا تعیین میشود. یعنی ببینید یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میرید رأی میدید، میگید آره من اینو قبول دارم، ولی خود این هنو معلوم نیست چیه، بعدا قانون اساسیش معلوم میشه. برای آقای خمینی با همه این هایی که بگیم، یک از طرف مردم یک نمایندگی و انتخابی انتخاب شدنی شده بود، انتخاب شده بود، و خود آقای خمینی هم همیشه میگفت من بر مردم تکیه دارم، من از نیروی مردم استفاده میکنم. این حرفا آقای خمینی ماهای آخری که میخواست فوت بشه به اصطلاح بیان کرد، رسما بیان کرد، گفت من وقتی بمیرم از قول من خیلی حرفا میان میزنن، باور نکنید، مگر اینکه یک نوار صوتی از من باشه یا نوشته ای باشه که من امضا کرده چن، وگرنه این گفت اون گفت اون گفت باور نکنی. خب وقتی آقای خمینی مرد، آقای رفسنجانی اومد گفتش که من یک روزی از آقای خمینی به آقای خمینی گفتم آقای خمینی اگر شما دست ما بدید ما دیگه کسی رو نداریم. آقای خمینی چرا؟ گفت چرا، این آقای خامنه ای هستش. و بعدم آقای احمد آقا پسر آقای خمینی گفت آره من اونجا بودم. ببینید درست آقای خمینی درست اینو گفت، گفت از قول من گفتن، اگه امضا نبود، اگه نوار نبود قبول نکنی، ولی ما مردم بی‌منطق قبول کردیم، قبول کردیم که بله آقای خمینی گفته اگه من مردم آقای خمینی رو دارید. بابا خودش گفت من حرف شفاهی از قول من گفتم قبول نکنی، گفت اگه حرف از قول من باشه یا باید نوشته باشه امضا کرده باشم یا باید نوار صوتیش باشه، ولی ما قبول کردیم. آقای رفسنجانی گفت آقای خمینی گفته اگه من مردم آقای خمینی رو دارید، احمد آقا گفت راست میگه اومدید. پس آقای خمینی، پس شما اصلا انتخابتون با تقلبه، طبیعیست که خب مردم
این رو خواهند دونست دیگه. من این رو داشتم گفتم روزای سه‌شنبه به وقت واشنگتن 4 تا 5 ببخشید نه اشتباه کردم، به وقت لس آنجلس باید بگم چون اون کانال توی لس آنجلسه، به وقت لس آنجلس 3 تا 4 من در اون برنامه در ساتلایت به اصطلاح کانال 1 کانال 1 برنامه دارم، اسم برنامه به دنبال خرده، یعنی بگردیم من و شما همه بیرون خردمون رو بذاریم مثلا از راه خرد بریم، از راه احساسات الگاه علکی نریم. ببینید من یادمه که در زمان شاه یه روز عید قربان بود، من و خانومم تو ماشین بودیم و داشتیم میرفتیم پدرزن و مادرزنمون رو بدیدنشون، چون که حاجی بودن و ما احترام داشتیم که چون حاجی هن بریم عید قربان حتما دیدنشون. خب میرفتیم دیگه، بعد انقلاب شد در زمان شاه، هر سال عید قربان میرفتیم به دیدن پدر و مادر خانومم و چون که حاجی بودن و مکه رفته بودن اینا احترامشون میکرد. بعد انقلاب که شد یکی دو سال که گذشت دوره رفتیم دیدنشون. تو را من گفتم به خانومم گفتم ببین همه این جریانات مانه این بوده که یه آدم کم عقلی به نام ابراهیم پسر جوانشو برده بوده با چاقو کلاشو ببره، مادرش هم بیچاره از اینجا به اونجا هی داد میزده، هی فریاد میزده، دنبال اینا میگشته و تمام مراسم هر جو نمیدونم سعی صفا و مروه و نمیدونم از این لبه لبیک لبیک گفتن اون برای مای کردن همش بانه این داستان بیپایی است که مردی میخواد پسر خودشو کلر رو باره. خانم گفتش که پرویز تو که همیشه احترام میزش تو چرا اینجوری اینجوری هم میدنی؟ گفتم ببین همیشه اینا مثل یک قاب عکسی بودن توی دیوار بودن، ما هم وقتا جلو سر میشونی یه احترام میده صورت میشونی، اما الان دیگه قاب عکس از توی دیوار اومده بیرون، اومده تو زندگی من، اومده تو خونه من، میگه چی بخور چی نخور، چی بنوش چی نشون ننوش، همه چیز منو به نزد کرسن اینا. من در یه جای خوندم یک آمارهای تهیه شده بود راجبه کشورهای مختلف، نوشته بود در رژیم گذشته یعنی در زمان شاه ایران یکی از آزادترین کشورها در پوشش لباس و در رفتار اجتماعی بوده، آزادترین کشورها، نمیگم در همه جاها، در لباس پوشیدن و مهمانی و این روابط اجتماعی آزادترین بوده در جهان. خب دیگه آزادترین چه جوری میتونست بگید؟ شما میرفتید تو شمال میدید خانمی با بیکینی اومده تو آب، خانمی هم با چادر روسری اومده تو آب، هر دوشون هم احترام هم دیگر داشتن. آزادتر چه جوری بود؟ شما توی تقاطع لاله‌زار نو و استانبول، تقاطعش یه مشروب‌فروشی بود، بغلش یه مسجد بود، بغلش یه سینما بود، هیچ کس هم به کاری هیچ کس کاری نداشت. مسجدی ها میرفتن تو مسجد میامدن بیرون، سینمایی ها میرفتن تو سینما، اونایی که میرفتن تو مسجد پروشی کار خودش میکردن، هیچ کس به هیچ کس اعتراض نمیکرد، اعتراض نمیکرد. حالا اگر اونی که داشت میرفت مشروب میخورد یا اونی که رفت تو مشروب خورده بود چشش به اون آقای آخوند هم میفتاد یه اعتراض هم میکرد، سلام علیکم آقا، چون که کاری به کار همون که نداشتن. اما از وقتی رژیم اسلامی اومد، اسلام یه ببخشید در لینک پاچی مردمان داره توش درک میکنه. امسال در ماه محرم گرمترین بازار و گرمترین درآمد مال مدعان بود. ببینید روزخانا روزخانم دیگه، ما خیلی احترامشون میکنیم، میگم واعظم اینا میرن توی مسجدی میشن رو منبر، مردم جمع میشن اینا وعظ میکنن،
اما مدها همه جا هستن، تو مسجد هستن، توی سینه‌زنی هستن، توی دسته‌های عزاداری هستن، همه تو حسینی هستن، همه جا هستن. مدها یه شعار میدن و یک شعرهایی میخونن با آهنگ و موزیکال معمولا از طبل و اینا می. دوستانی که دیده بودن و گزارش میکنن میگن امسال این مدها بهترین پول و بیشترین پول رو گرفتن و آهنگای اصلا آهنگای لس آنجلسی رو تو حسینا حسنا اینا گذاشتن و تو شعر گذاشتن. یعنی آهنگ مثلا یه تصنیف و ترانه مشهور لس آنجلسیه، منظورم لس آنجلس به معنی بدش نیست، یعنی کار کردن، زحمت کشیدن، یه ترانه های خوبی رو درست کردن و اونا برداشتن روش همون آهنگا رو روش شعرهای مختلفی گذاشتن و اون شعرها اصلا دیگه حالت عزا و گریه و اینا نداره. ببینید دوستانی که آشنایی داشته باشن میدونن که در امریکا یه جشنهایی هست به نام ماردیگرا. ماردیگرا مشهورترینش در نیولنز در لویزیانا، در شهر بزرگ اونجا نیولنز یا نیو اورلانز مطمئن میگه نیولنز، در اونجا برگزار میشه. و در شهر ما که هوستون هست یک شهر دیگری هست نزدیک ما تقریبا 50 کیلومتر جنوب هوستون به نام گلوستون، در گلوستون هم انجام میشه. این همون اوایل مال چیز بوده دیگه، مال مسائل چیزای مذهبی بوده. الان میدونه مردم میرن این جشن رو تماشا میکنه، این کارنوال در واقع کارنواله، کامیونایی هستن میان و ماشینایی هستن که میان و یکی از نشانه هاش هم اینه که از این گردنبندای مصنوعی که مثل مرواریدای ریزه، منتها مروارید نیست، مثلا یا فلزیه یا مثلا مثل تسبیح این شکلی بزرگ این رنگای مختلفه، از اینا پخش میکنن برای مردم. من حالا اینا رو کجا میارن چقدر هستش، پخش میکنن برای مردم و مردم اینا رو تو هوا میگیرن و بسیاری دختر خانم‌ها در اون لحظه بلوزش رو میزنن بالا و زیرش چی ندارن و همه چیز دیده میشه و از اون گردنبندها برای اونا بیشتر پخش میکنه و یه سری از اونا عکس میگیرن. یکی از همکارای من رفته بود یه اتاق گرفته بود اونجا توی هتلی اونجا که شب اونجا مثلا مشروب میخوره و آبجو میخوره و مشروب میخوره اینا، هم ترافیک در برگشت هم که رانندگی خلاف نکنه تو امریکا مشروب بخوره پشت فرمون بشینین جریمه سنگینی داره دیگه. این عکس ها رو با دوربینش همه رو عکس گرفته بود، با اومده بود خوابیده بود که صبح پاشده بود عکس ها رو نگاه کنه، دیده بود که خانمش همه عکس ها رو پاک کرده. خب میخواستم یه مطالب بشنم، از جمله اشاره کنم به مناظره آقای دونالد ترامپ و خانم هیلری کلینتون. ببینید آقای دونالد ترامپ یک هدف گرفته، یک قشری از مردم امریکا رو که بهش میگن بلو کالر. بلو کالر، کالر یعنی یخه، منظور رنگ نیست، منظور یخه. بلو کالر یعنی یخه آبی، وایت کالر یعنی یخه سفید. چون وقتی میری توی کارخونه مثلا فرض کنید کارخونه مثلا اتومبیل سازی، درست؟ خب در اون قسمت مونتاژ آخر که هست یه چند نفر هستن حسابدار و رئیس و سلزمن و فلان اینا که وایت کالر هن، یعنی یخ سفید هن، کراواتی هن، اونجانی شدن پایتونی. و در مقابل مثلا این 20-30 نفر 400-500 نفر 1000 نفر بلو کالر هن، یعنی یخ آبی هن، یعنی لباس کار پوشیدن و اونا کار میکنن. آقای دونالد ترامپ هدف گرفته این بلو کالر ها رو. حالا بلو کالر ها کیا هستن؟ بلو کالر ها آدم های امریکایی به قول خودشون وایت امریکایی هستن، پیور امریکایی نمیشه بگیم، امریکایی خالص نمیشه بگیم. آقای مرتون مزاری یه دفعه توی برنامهش گفتش که یه دفعه به من زنگ زد گفت من پیور امریکایی هم، گفتم آه خیلی خوشحالم، تو آپاچی هستی یا شاین هستی یا کدوم هستی؟ گفت من سرخپوست نیستم که آپاچی و شاین بشه. گفتم تو میگی من پیور امریکایی هم، پیور امریکایی اونا، حتما تو اجازه در یه جایی دیگه اومدم پر پیور امریکایی نیستی، ولی هم میتونی بگیم وایت امریکایی، یعنی امریکایی سفید. البته ما ایرانی ها وقتی میریم اداره مهاجرت یا هر جایی ما هم تو اونجا میسن نژاد سفید، ولی خب سفیدی که از سوئد میاد با سفیدی که از ایران میاد
فرق داره دیگه. درست؟ حالا اینا خوب مشخصات چون چیه؟ این بلوکالرهایی که تارگت یا هدف آقای دونالد ترامپ هستن چه جور افرادی هستن؟ اینا افراد سواد کمی ضعیفتر هستن، معمولا تحصیلاتشون به پایان نبردن، توشون مثلا لیسانس کمتر پیدا میشه یا اصلا پیدا نمیشه، یا دبیرستان تموم کردن یا وسطا شروع کردن. برای اینجور آدم هستن. اینجور آدم های دونالد ترامپ میگه من اسپانیش ها رو مکسیکا رو بیرون میکنم، مسلمان ها رو بیرون میکنم، دیگه سیاره هم که بهشون کار نمیدم. اصلا رسمن گفته بود که من در یک از شرکت هایش که سالهای قبلی سیاپوز رفت بود خونه اجاره کنه بهش اجاره داده بودم، بعد که مخواست بره تو بشینه گفتن نه اشتباه شده، ما این خونه رو قبلا به یه اجاره دیگه اجاره دادیم. برای طرف خیلی اصرار میکنه فلان اینا، میرن پا رؤسای شرکت آقای دونالد ترامپ و پدرش روبرو میشن و اینا میگن آقا میدونی چیه، ما به سیاپوس خونه اجاره نمیدیم. حالا این رو شده، خیلی جداست که مال سالهای پیشه، الان رو میشه. یعنی مثلا فرض کنی که حزب دموکرات کارشناسای اون رفتن مطالب مختلفی رو جمع کردن و اینا رو گفتن ما در این روزای آخر اینا رو علنی میکنیم که تا مشخص بشه چجوریه. برام اون بلو کالرا یعنی اون آدمای متوسط سوادی که تخصص زیادی ندارن، فقط همه حرفه کاریشون رو مددن، اینا امیدوارن که مثلا پرویز مینوی از اون شرکت کوچولویی که داره بیرون بشه و اون بچه هایی که همه اسپانیش هم تو کار میکنن اونا هم بیرون بشن، اونا بیان جای اینو بگیرن. در حالی اونا نمیتونن جای اینو بگیرن، برای که اینا یک شناختی دارن، یک تجربه دارن، یک لیسانسی دارن، یک مقرراتی میدونن که اونا نمیدونن. یا مثلا فکر میکنن که فرد بفهمه که اون اتومبیل فروشی بزرگی که در اون خیابونه که صاحباش ایرانی هستن، مثلا 20 کارگر داره، تعمیرکار و سلزمن و بادی شاپ و پلان اینا، اونا فکر نه اون اتومبیل فروشی صاحباش میرن بیرون، اینا میرن صاحبش میشن. یعنی رویا فروشی میکنه آقای دونالد ترامپ، رویا میفروشه. و در مناظره که روز یک شنبه انجام شد سوال ها اصلا انگار سوال ها اصلا نمیفهمه چی میگه رو، اصلا درک این که سوال طرف رو درک کنه نداره. ازش پرسید سوالات مردم سوال ها رو مطرح کرده بودن، میامدن اون سوال رو همونجا مطرح میکردن، باید هر دو نفر به این سوال جواب میدادن. طرف میپرسه که نظر شما درباره انرژی پاک و سوخت‌های فسیلی چیه؟ انرژی پاک یعنی این انرژی که باد به دست میاد، پروانه‌ها و سولار که مردم رو خونه‌هاشون میذارن، اون صفحه‌های مخصوص که آفتاب بهشون میتابه و الکتریسیته تولید میکنه، برق خونه رو میده و از یه طرف برق شهر و مربوطه، یعنی اگر مثلا چند روز هوا ابری باشه و انرژی تولید نشه این از برق شهر میگیره، و اگر چند روز دنبال هم آفتابی باشه و برق زیاد تولید بشه این به برق شهر میده، اضافه چی میده به برق شهر، هر دفعه که میده به برق شهر یه مقدار کردیت میگیره، هر وقت از برق شهر میگیره یه مقدار منفی میشه. در مجموع سر ما ممکنه مثلا بگه آقا شما 50 دلار برق به شهر دادی، اضافه دادی 50 دلار بهت میدی، یا برعکس بگن 30 دلار کم دادی بعد برق شهر گرفتی و 30 دلار بدی. خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه و قسطی میدارن و قسطش معمولا از پول برقتون کمتره، متوفن که پول برقتون ممکنه سال به سال به یه شکلی بره بالا ولی اون پول ثابته دیگه، تا وقتی قسطش میدید ثابته. حالا با این توضیحاتی دادم از آقای دونالد ترامپ میپرسن نظر شما راجع به انرژی های طبیعی و پاک و انرژی های فسیلی یعنی زغال سنگینه چیه؟ میگه همه این کارخونه های زغال سنگ که همه بیکار شدن و همه صاحباش بیکار شدن، کارگرهاش بیکار شدن، من همه رو دوباره میذارم سر کار. آخه چه ربطی داشت؟ این همه دولت ها زحمت کشیدن
که مصرف زغال سنگ رو کاهش بدن، که چون گازهای گلخانه‌ای ایجاد میکنه و میره اوزون رو اذیت میکنه و میکنه و زمین نمیذاره که اشعه بازگشت برگرده. میدونیم گلخونه خاصیت چطوریه؟ گلخونه اینطوری که وقتی اشعه آفتاب از شیشه میره تو نمیتونه بیاد بیرون. اشعه آفتاب وقتی میخوره به زمین، میخوره زمین و بخشیش منعکس میشه دیگه، بر میگرده. ولی شیشه های گلخونه یه طوریه که وقتی گرما میره، اشعه گرما میره تو، دیگه نمیتونه بیاد بیرون. وقتی میخواد بیاد بیرون میخوره به شیشه، دوباره بر میگرده. پس درنچه گلخانه بدونی که داغش کنن داغه. یعنی گلخانه وقتی در بندرش بستر، بدونی که توش هیچ وسیله گرم کنی باشه، معمولا در روزها بسیار گرمتر از خارجه. اینه که میگن حرارت گلخانه ای. در کره زمین هم همطوری گازهای میرن اون بالا جمع میشن، که این گازها نمیذارن که انرژی بازگشت از زمین وارد فضا بشه. و اون انرژی بازگشت از زمین، اون نوری که خورده به زمین و برمیگرده میده به جو، دوباره از جو برمیگرده پایین و باعث گرم شدن کره زمین میشه. کشورها همه جمع میشن، همه کوشش میکنن که گازهای گلخانگی رو کم بکنن. الان در امریکا، در اروپا، در هندوستان این گازها رو به شدت کاهش دادن. در این کشورهای مثل چین اصلا به این موضوع توجه نمی‌کنن. حالا آقای دونالد ترامپ میگه که من همه کارگرایی که تو زغال زمین بیکار شدن همه رو میذارم سر کار. میگن درباره مالیات ها نزده، میگه من مالیات همه رو کم میکنم. آخه چجوری مالیات همه رو کم میکنی؟ دولت یه بودجه داره، این بودجه از مالیاتی که بده از مردم میگیره تامین میشه. تو هم مالیات رو کم میکنی؟ تو میتونی بگی آه من مالیات همونطور خانمی لیره کلینتون رو گفت من سعی میکنم مالیات مردم کم درآمد رو کاهش بدم، در عوض مالیات مردم ثروتمند رو افزایش بدم. یه چیز تبعیض که تو اروپا داره عملی میشه. یه وقت ممکنه یه نفر درآمدش میره بالا، اینقدر درآمدش میره بالا که 75% درآمد تو مالیات میده. یعنی مثلا سالی مثلا یه میلیون در میاره، اون یه میلیون دوم رو 70,000 دلارش میده به دولت. اون یه میلیون دوم فقط 200,000 دلار برای خودش میمونه. و خب 200,000 دلار خیلی پوله. یه میلیون سوم و چهارم هم هست برای آدم خیلی ثروتمند. بعدان من متاسفم میدونی که امریکا، مردم امریکا یکم چه کسی رو میارن در نهایت به مرحله آخر میرسونن. اصل جمهوری خواه این همه آدم های فهمیده و تو هستن میان این کسی رو میارن. یک کسی میگفت، یک مفسر ایرانی بود، آقای منصور فرهنگ، من اسمش میشنده بودن این چوقت نهید بودنش، گفت گفتن دربارش که مثلا یک کتابی یه نفر به سفارش آقای دونالد ترامپ، گفت این آقای دونالد ترامپ در عمرش یک کتاب نخونده تا آخر. حتی یک کتابی که خودش سفارش داده، پول داده، گفت مثلا آقای حسین آقا، آقای جور، آقای نمیدونم کنستانتین، یک کتاب بنویس درباره زندگی من، اینا مثلا فرض کنید که 20,000 دلار بهت میدم. حالا هرچی، اون آقا یک کتاب نوشته درباره زندگیشون چاپ کرده. آقای دونار، آقای منصور فرنگ گفت آقای دونار اون کتابه رو هم تا آخرش نخونده، یه تیکایش خونده که اسم خودش بوده، اون جایی که اسم خودش نبوده نخونده. اختلاف نظرسنجی و اختلاف خانم کلینتون و آقای دونار ترامپ رسیده به 10%. میدونی سابقه نداره که دو کاندیدای دو حزب جمهوری و دموکرات اختلافشون بشه 10%. یعنی اگر یکی 45% داره، هیلاری کلینتون 55% داره. و خب این همینطور روز به روز زیادتر میشه. و با این افتضاحاتی که در میاد که مثلا آقای دونالد ترامپ یه جوری مثلا توی سال 2011، سال 2002 اینا رو نگردشن دیگه، در باره زنها یه چیزایی زشتی میگه، میگه شما به دختر من میتونی بگی مثلا تیکه خوشگل یا مثلا حرفای دیگه ایزش. خب حسابی که یه زنگ تفریه داشته باشیم بعد بریم روی بقیه مطلب.
یکی رو برمان فرستادونم که نمیدونم گفتم مردم تیوی گفتم یا نمیدونم یکی گرگی بچه به دنیا میاره، بچه که به دنیا میاره میبینم بچه بزخاله است. بگیم آخه خانم گرگه، خاله گرگه، تو گرگی چطور بگی که گرگ میاره بچه بزخاله چی زایدی؟ گرگه که میگه من یه روز رفتم در خونه این چنگول منگول در زدم، گفتن چیه در میزنه؟ گفتم من مادرتونم. در با کردن رفتم تو، اتفاقا پدرشونم اونجا بود، مسئله رو جدی گرفت. طلبه تصادف کرده بود، نشسته بود وسط خیابون، میزد تو سرش که ماشینم داغون شد، خواهد تو سرم شد. افسر میرسه بهش میگه بدبخت اون قدیه هرس ماشین رو زدی که نفهمیدی دست چپت از مچ قرد شده. همشهری نگاه میکنه به دستش و میگه یا حضرت عباس ساعتم. دو تا دختر یکی خیلی خوشگل یکی خیلی زشت میرن تو یک شرکت واسه مصاحبه که اونجا یکیشون رو استخدام بشه. مدیر شرکت با نگاه بهشون یه نگاه بهشون میندازه و میگه که قیافه اصلا برای من مهم نیست، مهم فرهنگ و علم شماست. از خوشگله میپرسه جمعیت ایران چند نفره؟ میگه 70 میلیون. مدیر میگه آفرین، درست جواب دادی. رو میکنه به زشته میپرسه خب این 70 میلیون رو یکی یکی نام ببر. یارو داشته پسرش رو در مورد ازدواج نصیحت میکرد، میگه که پسرم خواستی در میکیری برو افامیل زن میگه چون شناخت کافی داری و ضرر نمی کنی. ببین تو همین دور بر خودمون دایی رفته زن دایی تو گرفته، عموت رفته زن عموت تو گرفته، حتی خود من اومدم مادر تو گرفتم. حالا این داستان زندگی نه نادر نادرپور در پاریس زندگی میکرد. شبی در کافه این مرد سیاه‌پوست از نادرپور یک نخ سیگار میخواهد. نادرپور در عالم مستی لوتیگریش گل میکند و میخواهد پاکت سیگارش رو به او ببخشد. اما مرد سیاه‌پوست فقط یک دانه سیگار میخواهد. از نادرپور اصرار از طرف انکار تا اینکه مرد سیاه‌پوست از دست او زله میشود و با مشت میخواباند زیر چانه نادرپور. نادرپور را که بیهوش شده بود میبرن بیمارستان. از بعد حادثه دکتر بیمارستان هم سیاه‌پوست بود. نادرپور وقتی به هوش میاد خیال میکنه همون سیاه‌پوست است و دوباره قش میکنه. مراقبت همسر حمید مصدق لاله خانوم روی در ورودی سالن خانهشان با خط درشت نوشته بود حمید بیماری قلبی دارد، لطفاً مراقبت کنید و بیرون از خانه سیگار بکشید. خود حمید مصدق هم میومد بیرون سیگار میکشید و میگفت به احترام لاله خانم است. اف اف در تهران قبرها را چند طبقه میسازند. احمد رضا احمدی به شهرداری پیشنهاد داد برای قبرها اف اف هم بگذارند تا صاحب مرده قبلا مردهش را صدا کنند و اشتباهی برای مرده دیگری فاتحه نخوانند. امام موسی سر خبرنگاری از جمالزاده پرسید نظرتون در مورد صدرالدین الهی چیست؟ جمالزاده جواب داد من با امام موسی سر آشنایی داشتم و یک ساعت در مورد امام موسی سر صحبت میکرد. دکتر محمد آسمی میگفت رفته بودم سوئیس دیدن محمد علی جمالزاده، گفتن یک هفته است در بیمارستان و در اغماست. رفتم بیمارستان پرد تا گفتن یک هفته است که بیهوش است. گفتن ایشان بیش از 50 سال رفیق گرمابه و گلستان من بوده است. میشود خواهش کند بگذارید یک گل ببینش برم؟ آن هم اجازه دارد. رفتم اتاق جمالزاده دیدم بیهوش روی تخت افتاده است. نشستم کنار تخت و به یاد خاطرات سرخور شیرین سالها افتادم. یک بار جمالزاده چشمهایش رو باز کرد، نگاهی به من انداخت، گفت من توی من چرا نمیمیرم؟
بعدش هم چشمانش رو گذاشت رو هم و دیگر هم تا دم مرگ باز نکرد باز نکرد. جمالزاده هنگام مرگ 107 سال داشت. الواتی حسن توفیق خیلی مواظب سلامتیش بود. دوستانش میگفتن حسن دیشب رفته الواتی دو تا چای پررنگ خورده. یک شب که باران شدیدی میبارید پرویز چاپور از شاملو پرسید چرا عجله داری؟ شاملو گفت میترسم به آخرین اتوبوس نرسم. پرویز چاپور گفت من میرسونم. شاملو پرسید مگه ماشین داری؟ شاپور گفت نه ما چتر دارم. شب این نصرت رحمانی وارد کافه نادری شد و به اخوان سالس گفت من همین اولا 30 تومان پول احتیاج دارم. اخوان جواب داد من پولم کجا بود؟ برو خدا روزی تا جای دیگر احوال کنه. نصرت رحمانی رفت و بعد از مدتی برگشت 20 تومان پول و یک خودکار به اخوان داد. اما اخوان گفت این پول چیه؟ تو که پول نداشتی؟ نصرت رحمانی گفت از دم در پالتوی رو برداشتم، پالتوی تو رو برداشتم، بردم 50 تومان فروختم. چون بیشتر از 30 تومان لازم نداشتم، بگیر این 20 تومنه بقیه پولت، زمان این خودکارم تو جیب پالتو بود. اینم از من یه دفعه. هر جوری من یک پرسش هایی نوشتم 72 تا پرسش نوشتم 72 پرسش مؤدبانه 72 پرسش مؤدبانه. این چند تایی چه برای شما خوندم نوشتم اینجا نوشتم اول از 17 بخونم براتون از شماره 17. پرسش قبلی مقدار درباره طوفان نوح بود، حالا اینم ادامه اون پرسش 17 ادامه اون هستش. ببینم شاید بدون عینک بتونم بخونم چون خودم بادر میدم. اگر نو مثلا یک جفت گوسفند را وارد کشتی کرد، بقیه گوسفند ها چه گناهی داشتن که غرق شدن؟ چرا بعد از پایان طوفان و ایجاد تاکستان ها آقای نو شراب زیادی خورد و مست کرد و لخ شد و به شکم خوابید؟ یکی از پسرانش به او تجاوز کرد. مگر خدا فقط انسان‌های خوب را نجات نداده بود؟ پس چرا پسر نو با بدن بنشست و خاندان نبوتش گم شد؟ 19. خدای که همه انسان‌های و حیوانات روی زمین را غرق کرد نمیتواند جلوی این کار زشت را بگیرد؟ سال 20. در مدت که حیوانات توی کشتی بودن، شیران، پلنگان، برها، گرگها چی میخوردن؟ گوسفندها چی میخوردن؟ 21. آیا حیوانات استرالیایی مانند کانگرو و لیما هم در کشتی بودن؟ اگر بودند چگونه از استرالیا به منطقه نو آمده بودند؟ آیا زرافه هم بود؟ بیست و دو. چرا خدا همه مردان قوم لوط را همجنسگرا خلق کرد؟ 23. چرا آقای لوط به مردانی که دنبال دو فرشته پسرنما بودند گفت بیایید با دختران من کار کنید؟ مگر دختران آقای لوط فاحشه بودند؟ اولی در داستان است که دو تا فرشته اومدن دیدن آقای لوط، اون قوم لوط و مردم شهر، مردانی که همجنسگرا بودند چشون به این دو تا فرشته فکر کردن آقای لوط دو تا پسر بچه رو آورده بود خونش، اومدن که برای این پسر بچه ها رو بیار بیرون، ما تعبیر ما میخواییم کار کنیم باشون. بعد آقای نوت میگه بابا این حرفا رو نزنه، اصلا بیارید با دختران من کار کنیم. آقای نوت میگه دختری تو فاحشن که همینطور بیارم مردا ولی بی. چرا خدا همه
مردمان شهر لوط را کشت، زنان که بود نهایی داشتن. چرا دختران آقای لوط پدر خود را مست کردن و هر دو از پدر حامله شدن؟ مگر مرد دیگری در شهرهای دیگر نبود؟ 26. اصلا چرا خدا آدم ها رو طوری خلق نکرد که مرتکب گناه نشوند؟ 27. آیا قدرت نداشت آدم ها رو خوب خلق کنند؟ اگر می توانست پس چرا نکرد؟ خب تا اینجا دیگه وارد یک بحث دیگه میشه. بعد تا آخر 27 خوندم، سوره تا آخر 27. البته من این سوال رو مطرح کردم، این سوال هایی که من از دانشمندان دینی مطرح میکنم و میدونید که در اسلام اینطوریست که اگر کسی طلب فتوا میکنه، یعنی سوالی میکنه، سوال شرعی میکنه، و اگر یک دانشمند روحانی دانا مثلا مثل آیت الله یا مثلا فرض کنیم که دیگر دانشمندان دینی میشوند، موظفا جواب بدن. این جواب دادن به فتوا واجبه، واجب شرعیه. پس ما این جواب بدن که یه چیزی هست که ما میدونیم، یه چیزی ما نمیدونیم، بعدا برامون توضیح میدن. وقتی توضیح میدن همه چیز حل میشه. شما فکر نکن این سوالا بی جوابه، همه جواب داره. من تو باید دانشمندان جواب دارم. مثلا من یه سوال که همیشه برام مطرح بود این بود که خب امام زمان وقتی میاد سوار اسب یه شمشیر هم دستشه، این چجوری میشه سوار اسب و شمشیر؟ چجوری میشه مثلا همه مردمان جهان رو به راه راست هدایت کنه؟ الو آقای مکارم شیرازی، آیت الله مکارم شیرازی گفتن که امام زمان سوار یک بر ابر فشرده‌ای میشه و در فضا حرکت میکنه و صداش مثل رعد از همه جا شنیده میشه. من که این نمیدونستم که مثلا من فکر میکنم ابر بخار آبه، ابر فشرده من فکر میکنم آب میشه، اما فهمیدم ابر فشرده یک فضا پیما میشه. من مثلا فکر میکنم که از فضا صدا به کره زمین نمیرسه چون خلأ اونجا. آقا مکارم شیرازی ثابت کردن که میشه، میرسه و صدای امام زمان مثل صدای رعده. خب اینا چیزی که باید مردم بدونن. خب قبلا نمیدونستن اینا رو، باید اینا رو دانشمندان کشف کنن، دانشمندان علوم دینی، و برای مردم بگن. یکی از این خبرهای دوریگرمی کامیار پسر فروغ فرخزاد در پاک قیطریه تهران است که هر روز عده‌ای شاهد او هستند. کامیار حاصل ازدواج فروغ فرخزاد با پرویز شاپور است. او پس از تحصیلات مدتی در انگلستان به سر برد، ولی در بازگشت سرنوشت برای او به گونه دیگر چرخید، به طوری که اکنون در سن 64 سالگی گیتار به دست در پارک قیطریه گدایی می کند، در حالی که او فرزند پدر و مادری صاحب نام است که هر دو در زمان حیات مطرح و جنجالی بودند و پس از مرگ نیست نامشان همچنان بر سر زبان هاست. اما شگفتا که روزگار به کام فرزندشان شیرین نیامده و او را امروزه مجبور شده در پارک قیطریه با گیتار
آوازخوانی کند تا شاید گردشگران پولی در کلاه او بیندازند. کامیار به هنگام جدایی پدر و مادر 3 ساله بود، ولی پدر هرگز اجازه نداد پسرش با مادر ملاقات کند. به همین خاطر فروغ فراساد پسرخوانده ای را به نام حسین منصوری از جدامخانه پذیرفت که هم اکنون در آلمان به شاعری و مترجمی مشغول است. حسین منصوری در مصاحبه گفته شاید به خاطر شباهتی که با کامیار داشته فروغ او را به فرزندخواندگی قبول کرد تا در حسرت دیدار فرزند نباشد. به راستی اگر چنین دلیلی پذیرفتنی باشد، چرا مسیر زندگی آنها با دیگر شباهت ندارد؟ حسین در آلمان زندگی خوبی دارد، ولی کامیار به دورگردی روی آورده تا شاید به ضرب نغمه گیتار و صدای حزن‌آلودش چندرقادی در کلاهش ریخته شود. خوبی دارم زندگی است دیگه. این مطلبی که خوندم براتون آقای محمد سعید حبشی در مجله تهران نوشتن. کتابی هست به نام نگاهی به شاه، آقای عباس میلانی نوشتن. آقای عباس میلانی، خب دارم باید من در نظر نمیدونم، دارم باید سابقه چپی داشته باشم که کتاب را اسمش دارن نگاهی به شاه، ندارم مثلا زندگی نامه شاه یا خاطره شاه یا مثلا با شاه ایران یا هر چی دیگه. نگاهی به شاه یک کمی به نظر من اون بار احترامی که باید باشه نیستش توش. البته دو تا کتاب در این مورد، چندین کتاب چاپ شده، بهترین کتاب در مورد شاه کتابی است که آقای دکتر نهاوندی با یک آقای فرانسوی مشترکاً نوشتن و اسمش هست آخرین شاهنشاه. اون کتاب من دارم، هر دو رو خوندم. منطقه همینطور این کتاب نگاهی به شاه تیکه تیکه توی مجله چاپ میشه، هر دو رو به چشم هم میخوره، یه تیکه به نظرم جالب میان میگم بیا با بینندگان تلویزیون مردم تیوی قسمت کنم. امریکا از شاه میخواست تا از نفوذ خود در اوپک استفاده کنن و از افزایش قیمت نفت جلوگیری کنن. امریکایی‌ها میگفتن افزایش جدی قیمت نفت بحران اقتصادی موجود در غرب را تشدید میکنن. شاه زیر بار نرفت، به تصریح و تکرار میگفت قیمت نفت باید حداقل همراه نرخ تورم در غرب و لاجرم نرخ فزاینده سبد کالاهایی که ایران در بازارهای غربی میخرد افزایش پیدا کنند. بالاخره وقتی امریکا از شاه در این زمینه ناامید شد، محرمانه با عربستان سعودی وارد مذاکره شد و آنان را با هدف خود همسو کرد. به گمان شاه همین مقاومت او در برابر شرکت‌های نفتی و نه خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران ریشه و علت اصلی انقلاب. امریکا از شما میخواد که در نفوذش از اوپک استفاده کنه و نفت رو ارزون کنه، نذاره گرون بشه. شما پاسخ میده که کاملا منطقیه، میگه قبول، ما یک سبد کالایی ما میخریم. شما گفت 10 تا کالای اصلی که ما میخریم خریداری وارد میکنیم، این 10 تا کالای اصلی رو قیمتش رو یه متوسطی بگیریم و هر چقدر قیمت اینا رفت بالا به هم قیمت نفت بره بالا. یعنی مثلا مثال دارم، ما گندم میخریم، برن میخریم، ماشینالات میخریم، کابل و سیم میخریم، 10 تا کالا رو که بیشتر از همه استفاده میکنیم بیاریم، قیمت ها همه اینا رو بذاریم جمع کنیم، قیمت که جمع کردیم تقسیم بر 10 کنیم، بعد 3 ماه دیگه دوباره این قیمت ها رو جمع کنیم، دوباره قیمت متوسط بگیریم. اگر این قیمت متوسط 3 ماه بعد
4% رفته بالا، نفتم 4% بره بالا، تو ما نفتی که میفروشیم خود پوشیم این کالاها رو بخریم. اگر این کالا بره بالا نفت قیمتی ثابت بمونه، خب ما هی ارزش پول میاد پایین. حرف شاه بسیار منطقی درست بود. و بعد شاه میگفتش که باور شاه برای این بود که چون با شرکت های نفتی مخالفت کرده این عامل برکناری شده. البته شاید این عامل از کی بوده؟ عامل مهمی بوده. ولی به گمان من آقای محمد رضاشاه یه اشکالی داشت. البته میدونید کسی که میفته همه از این ایراد میگیرن، تا قدرت داره کسی نمیتونه بگه ولی چشو در گوه، ولی وقتی افتاد میگه آقا اینجا اشتباه بود، اینجا اشتباه بود، اینجا اشتباه بود. آقا محمد رضاشاه یک اشتباهی میکرد که برای مردم ایران توضیح نمیداد، یعنی کارهای خودشو یا مشکلات خودشو با مردم در میان نمیگذاشتن. مثلا به عنوان مثال سرطان خون داشت، چهار سال قبل از برکناری سرطان خون داشت. حالا بعد میگن بعد یه مدت خودش هم خبر نشته، ولی خب اگر هم خبر نشته اشتباه کرده. برای که خواستی این شما میرید پلو پزشک، اول پزشک میپرسید دروراز من چه مشکلی دارم، نه اینکه پزشک بگه حالا شما تشبه بدیدن به خانمیتون میگم. یک آقای از بستگان ما سرطان داشت و دو سه سالی همین توی مشکل سرطان بود و سرطان بود و تا بالاخره فوت شد. همیشه میگو من اون چه دردی به من افتاده، چی شده، میدونی تو به نظر تو من چشم مشکلی پیدا کردم. حالا هر دفعه میرفت اونجا که نمیشت بود بالاش کانسر سنتر، اینقدر انگلیسی بلد بود که این کانسر سنتر بفهمه. کانسر هم میدونست یعنی سرطان، ولی هیچ وقت نگاه نمی کنم اون بالا میگه که اینجایی که داره میبرن اینجایی که کانسر سنتر. همه با من چه مشکل دارم، چرا من اینجوری میشم؟ خب من چون اینطوری هم دیگه. آشا مشکلش بود که نمیخواد با مردم رو راست حرفاشو بزنه، مشکلاتشو مطرح کنه. فکر میکرد که اگر با مردم مشکلاتشو مطرح کنه کوچیک میشه. در مثلا سینما رکس آبادان رو همه میدونستن که آخوندا کردن، همه میدونستن، خود آخوندا هم میبرون. تا سینما رکس هم آتیش خود آقای خمینی اعلام داد که کار روحانیون نبوده، یعنی بوده دیگه. اگر نبودین چوب رو برداری گربه دوزه خودش فرار میکنه. اینم همینطور بود. صدام حسین گفت من این یکی از دستنکارانو گرفتم، باش به صلاح ازش بازجویی کردیم، جواب گفته که چی بوده چی بوده، بذارید ما بفرستیم. ببینید آقای شاه میگفتش که اگه من بگم کار روحانی بوده مردم باور نمیکنن. حالا مردم باور نمیکنن، تو میگفتی این دلیل دارم، این دلیل دارم، این شاهده. اصلا میگفتی آقای دادگاه بین‌المللی از سازمان ملل چهار تا قاضی بیان اینو به خرج ایران بیان این قضیه رو بررسی کنن ببینن چی بوده. بعد گفته بودن که شهید محمد، گفته بود که نه این آخوندا عصبانی میشن ما اینو بگیم. بابا آخوندا چرا سینما رکس آباد آتیش زدن؟ برای که کارگره شرکت نفت به اعتصاب نمی کردن. آخوندا اونجا رو آتیش زدن و شایع کردن که کار ساواک بوده. و ما به دنبال خرد همونا، به دنبال خرد باید بریم. آخه چرا شاه بیاد سینما رو آتیش بزنه؟ ساواک چرا بیاد سینما رو آتیش بزنه؟ چه دلیلی داره؟ چه سودی میبره؟ این همه سینماست تو ایران، چطور من فقط سینما رکس آبادان آتیش بزنه؟ چه تو تهران آتیش نزن؟ چه تو آبادان آتیش زن؟ آقا میگفتی آقای شاه میگفتی که این سینما را آتیش زدن برای که کارگرهای شرکت من برن تو اعتصاب، چهار تا قاضی جهانی بیان اینجا بررسی کنن. بگذاریم دیگه. خب یه مطلبی در مورد افغانستانه که طولانی اگه بخونم وقتم کافی نیست. از آخری مطلبی که بخونم
مقاله ایست از مجله عاشقانه که نوشته سربداران، نوشته که کارگزاران مغول هر سال چند بار با خشونت و سنگدلی مردم داغ دیده و غارت زده شهرها و روستاها را وادار به پرداخت مالیات و باج و خراج‌های هنگفت می‌کردند. در این آشفت بازار ستمگری ایرانیان جز زاهدان و مشایخ صوفیه پناهگاهی نداشتند. فرمانروایان مغول حتی پیش از ترکان بیش از ترکان سلجوقی به علمای مذهبی و بزرگان صوفیه اظهار ارادت می‌کردند. همین مشایخ صوفیه فرصت داد که از اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری، چهاردهم میلادی از نفوذ قرن هفتم و هشتم هجری، یعنی همزمان با قرن چهاردهم میلادی، یعنی مثلا 600 سال پیش، از نفوذ معنوی خود برای انجام منظورهای سیاسی و اجتماعی بهره جویند و علاوه بر تبلیغ مذهب شیعه به تشکیل حکومت‌های شیعه مذهب روی آورند. سربداران درویشان شیعه مذهب سبزبار که با روش فتیان یا جوان مردان، فتی یعنی فتی و فتا یعنی فتو، با فتوبت از ریشه فتوبت میاد، فتوبت یعنی جوان مردی، فتیان یعنی جوان مردان، روش فتیان یا جوان مردان میزیستند در خراسان برای مبارزه با عمال ایلخان قیام کردند. سادات مرعشی در مازندران حکومت شیعی و اهل تصوف تشکیل دادند و دسته سوم جانشینان شیخ صفی‌الدین اردبیلی در آذربایجان بساط ارشاد گستردند و حکومت با تشکیل سلطنت صفوی به تشیع و رسمیت بخشیدند. سرداران سبزوار به سردستگی امین دوله عبدالرزاق که نسبش از جانب پدر به حسین بن علی و از طرف مادر به یحیی برمکی میرسید و خود را از کارگزاران ابو سعید بهادر ایلخانی بود قیام کردند. اینان هم قسم شده بودند که اگر توفیق یافتیم و رفع ظلم کنیم و الا سر خود را بردار خواهیم کرد. اینم سرداران. خب یا تو ما شمشهری ما بودن ها، من تو سبزوار به دنیا آمد. ببینید این سران مغول به علما بسیار احترام میذاره، حتی مثلا هولاکو خان که بخواد خلیفه رو بکشه رسته به جنگ خلیفه و شکست داده خلیفه رو و اسیر کرده آورده اینجا مقا بکشه، میگن که توی نمد گذاشت و گفت بمالیدش یواش یواش، یه نفرم نگاه میکرد توی این خلیفه زندت یا مردن، یه در گذاشته اون این برمان که آسمون و دیوارا نگاه کن ببینن طوفان نمیشه، آسمون نمیدید اینا به مندون فکر اون زمان فکر میرن آسمون یه گنبد آبی رنگیه، فکر میرن این گنبده نریزه یه دفعه روی زمین، طوفان نشه، زلزله نشه، آتش نیاد، آتش فشان نشه، این اتفاقا نیفتاده. و هی به ما نمر میگو فشار بود که اگه دیدیم اتفاق بدی داره میفته متوقف کنیم. بالاخره خطا خلیفه مرد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، ولی هولاکو خان اینقدر میترسید از اون، میگو این جانشین پیغمبر فلان. و تیمور لنگ یه سری اسیر قزلباش داشت که این اسیرات قزلباش رو به شیخ صفی‌الدین اردبیلی بخشید و اینا همون پایه های سلطنت صفویه رو اینا گذاشتن و این قزلباش ها که در شیخ صفی‌الدین اردبیلی ادا شدن خودشون رو بنده و برده رو میدونستن چون جونشون نجات داده بود و نسلا در نسل این کار میکردن. میدونی این چی؟ یعنی شیخ صفی‌الدین اردبیلی بعد 50 سال مرده بود، مثلا پسرش یا نوش اومده بود سر کار، اون قزلباش ها مرده بودن، پسرشون یا نوهشون آره شده بود قدر باش، پس اینا نسلا در نسل پشتیبان و بنده و برده شیخ صفی‌الدین صفوی بودن
تا بالاخره شاه اسماعیل تونست یک سلسله پادشاهی رو، یعنی درویشی رو و پادشاهی به هم بس کنه و بعد از اسلام همه حکومت‌هایی که در ایران تشکیل شد همه یا یک نسل یا دو نسل بودن و گاهی وقتا در تمام ایران یک سلسله نبود، در شمال یکی بود، در جنوب و شرق و غرب چندین سلسله بودن و تنها صفویان بودن که یک سلسله طولانی مدت رو تشکیل دادن و اونم به علت این بود که اینا از بعد درویشی و آخوندی و صوفیگری با پادشاهی این دوتا رو با هم وصل کردن. خب من به پایان برنامه رسیدم، از آقای پارسا سوربی در اتاق فرمان سپاسگزارم که برنامه رو کارگردانی فنی کردن، از شما خانم‌ها و آقایون که برنامه توجه کردید بسیار بسیار سپاسگزار هستم.